شهریور 1371. سازمان بهداشت جهانی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاهی را با هدف معرفی طرح اطلاعات بهداشتی زیست پزشکی ایران برای کتابداران حوزه علوم پزشکی کشور برگزار کرد. به دنبال برگزاری این کارگاه، گزارش جامعی از آن تهیه و به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ارائه شد. در آن گزارش، ضمن تشریح اهداف اجرای طرح مورد نظر در ایران، پیشنهادهایی مشتمل بر 25 مورد مطرح گردید. از جمله موارد پیشنهادی، تقاضای تشکیل انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود که مورد تایید مسئولان و کتابداران حاضر در جلسه 25 شهریور 1371 قرار گرفت. برای پیگیری این موارد، کمیته منتخب از کتابداران در معاونت پژوهشی وزارتخانه تشکیل گردید و کار خود را آغاز کرد. اعضای این کمیته از ابتدا به عنوان مؤسسان انجمن به فعالیت پرداختند و در چند جلسه پیاپی اساسنامه انجمن را در 32 ماده و 18 تبصره تدوین کردند و با ملحوظ داشتن نظر خبرگان این رشته از کمیسیون صدور مجوز انجمنهای علمی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت تصویب انجمن درخواست شد. در 4 اردیبهشت 1372 اساسنامه انجمن رسما مورد تصویب قرار گرفت و سرانجام در 25 خرداد 1373 نخستین مجمع عمومی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران به منظور انتخاب هیئت مدیره دوره اول برگزار گردید. در ترکیب افرادی که از پیشگامان این حرکت بودند، مرحوم فوزیه شکوه امیری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نقش تعیین کننده داشت. روحش شاد و یادش پایدار. دوره پنجم انجمن فعالیت خود را از مرداد ماه 1385 شروع نمود. در این دوره لازم دیده شد که محورهایی به عنوان اساس کار در نظر گرفته شود. محورهایی مانند فعال کردن شاخه‌های منطقه‌ای انجمن، Thank you.
طراحی و راه اندازی وبسایت انجمن به زبان‌های فارسی و انگلیسی، انتشار منظم و منسجم خبرنامه کاپا، فعال کردن کمیته‌های مختلف انجمن، گسترش ارتباط با انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، تلاش در شکل گیری فدراسیون ملی کتابداری و اطلاع رسانی، معرفی و تبیین جایگاه کتابدار در جامعه و تغییر نگرش بنیادی نسبت به حرفه در سطح نظام اجتماعی کشور، تجلیل از مقام شامخ کتاب و کتابدار و خادمان این حرفه. یک کمیته قوی دانشجویی که مستقل فکر بکنه و دلش برای جامعه دانشجویی کتابداری بتپه، با تمام امکانات حمایت می‌کنه و جامعه کتابداری کشور، نه گروه پزشکی، توانمنده، بسیار توانمنده. توانمندی این جامعه رو من نمی‌بینم، کمتر جایی می‌بینم. به هر حال امروز ما داریم آماده میکنیم خودمون رو که انجمن رو به پشتوانه حضور شما، اندیشه شما، فکر شما، حمایت شما، سمت و سوش رو مشخص کنیم به سمت معرفیش خارج از این مرزها. با اعتماد به نفسم این کار رو میکنم.